به نام خدا و با عرض سلام. سومین جلسه مسفت قدرته. قبل از اینکه وارد بحث بشم، مطالبی رو لازم دیدم خدمت دوستان عرض کنم. عرایض بنده شامل یک تشکر، یک درخواست و یک گلایه است. هر چند وقت یک بار موضوع تشویش آوری برای سایت دکتر بایاس مطرح میشه. ادعی نمیدونم به چه نیتی ویدیوهای آموزشی سایت رو با دیگران به اشتراک میگذارن. حتی مواردی رو همکاران گزارش کردن که ویدیوهای آموزشی سایت در مدیای اجتماعی منتشر شده است که واقعا باعث تأسفه. بنده به نمایندگی از تمامی اعضای سایت دکتر بایاس، از کلیه دکتر بایاسی های وفادار و عزیزی که همیشه یار و یاور سایت هستند و سمات های مادی و معنوی خیش دریغ نمی کنند، صمیمانه تشکر می کنم و از دور دست این عزیزان را به گرمی می فشارم. بنده کاملا واقفم که در بین شما دوستان دریادلانی هستند که احتیاج به مطالب آموزشی بیان شده از سوی سایت را هم ندارند و حتی استاد بنده محسوب می شن. اما کماکان برای حمایت از سایت خودشان اکانتشون را مرتبا شارژ می کنند، چون به خوبی واقفند که سایت دکتر بایاس از معدود سایت های آموزشی است که بدون حاشیه صمیمانه کمر همت به آموزش علاقمندان به شیفتگان علم الکترونیک و دیجیتال بسته است. همه شاهدید که سایت دکتر بایاس در سالهای ابتدایی رشد و نمو خود است و به عنوان یک نونهال رو به رشد به حمایت همه دکتر بایاسی ها محتاجه. این موقعیت خطیر را برای شما، برای همه شما دوستان گوشزد میکنم. با توجه به رکود همگیر اقتصادی که جهان امروز ما باهاش درگیره، دوستان، رفقا، عزیزان، بیایید همه با هم دست در دست، آرنج به آرنج از کیان سایت محبوبمان حراست کنیم. بنده همچنین ما واقفم عزیزان که اقدام به اشتراک گذاری میکنن معدود هستند و اکثر آنها از این امر بهره مالی نمیبرن و صرفا از روی رفاقت ویدیوها را در اختیار دوستان دیگرشان که عضو سایت نیستن میگذارن. بنده به عنوان یک مدرس اگر حقی برگردنتان داشته باشم، استدعا دارم به احترام خودتان، به احترام همسایتی هایتان و به احترام حقی که سایت به بنده بر شما داریم، لطفا این کار را تکرار نکنید. و اما از افرادی که از قبل این کار سودی به جیب میزنن و نیت سودجویانه دارن گلایه مندم. از این نیت خیش پشیمانی جسته و فارغ شوید. بنده به نمایندگی از جانب تمام اعضای خانواده بزرگ دکتر بایاس قویاً اعلام می‌دارم. هر چه شده و بوده را به گذشته واگذاریم و واهم می‌گذاریم. اما بدانید از این لحظه به بعد دستان همه ما بر یقه سودجویان خواهد بود. اگر بر هر مسلکی در این دنیا اعتقاد دارید، شما را به همون مقدسات قسم می‌دهم که دست های من قویاً یقه شما را ول نخواهد. اگر هم به چیزی معتقد نیستید، تأسف بر حال شما. خب بعد از این تشکر، درخواست به گلایه، به بحث اصلیمون برگردیم. در جلسه قبل اولین وظیفه مسفت قدرت در تغذیه لپتاپ را در دو قالب مداری بررسی کردیم. ابتدا نقش این المان را در سویچ ولتاژ های مختلف لپتاپ در مراحل توالی قدرت بررسی کردیم و انواع آن را شمردیم و سپس به نقش کلیدی آن در ولتاژ ورودی دی سی آداپتور و باتری پرداخته انواع آن را بررسی کردیم. امروز در ادامه بحث جلسه قبل قرار وظایف مسفت های قدرت را در مدار تغذیه لپتاپ در قالب دو مسفت های و لو بررسی کنیم. همونطوری که در جلسه قبل خدمت عزیزان عرض کردم، این مپس را در سه قالب مداری بررسی خواهیم کرد. اول مدار PWM، دوم مدار تغذیه ویکور، سوم مدار شارژ باتری. از هر کدوم از این مدارات شماتیک را انتخاب کردم که خدمتتون نشون میدم. مدار PWM-VDDQ در این شماتیک دیده میشه، تغذیه ویکور و مدار شارژ باتری. خب دوستان، اگه به نحوی قرارگیری دو مسفت حد بالا و حد پایین در این سه شماتیک دقت بکنید، همه آنها از نوع مسفت افزایشی امکانات هستند. دقت کنید بی پلاس به درین مسفت های وارد شده و سورسش به درین مسفت لو وصله و سورس مسفت لو به گراند وصله. از بین این دو مسفت
ولتاژ لازم بعد از سیم پیچ خروجی تهیه شده در تمامی به همین شکل. و در مدار شارژ هم به همین ترتیب. در تمامی این مدارات سیم پیچ الغاگر پایه فاز مدار، مدار بوت استرپ و مدار آر سی اسنابر به نقطه گره سویچینگ، یعنی به این نقطه بین دو ماسفت وصل است. در هر سه دقت بکنید دقیقا به همین شکل، فاز سیم پیچ الغاگر، بوت استرپ و اسنابر. در این پی دبلیو هم به همین شکل، سیم پیچ، فاز، بوت استرپ و اسنابر. در واقع آرایش اینها شبیه همه. از طرف دیگه گیت هر دو ماسفت توسط میکرو کنترل کنترل میشه و خازن های ورودی و خروجی هم تقریبا مشابه هم هستند. با توجه به ولتاژی که از این مدار خارج میشه فقط مقادیر اونها فرق میکنه، ولی آرایش این هر سه مدار تقریبا شبیه همه. بنابراین کافیه که یه دونه رو بررسی بکنیم تا وضعیت همه مشخص بشه. البته این مدارا تفاوت‌هایی هم با یکدیگر دارن. به طور مثال در تغذیه ویکور می‌بینید در مدار تغذیه سی پی یو سیم پیچ الغاگر 4 پایه داره. در پی دبلیو قبلی همون 2 پایه است. این 2 پایه اضافی نمونی از ولتاژ ویکور رو به میکرو کنترل برمیگردونه، در اونجا مقایسه‌گرها بررسی میکنن و ولتاژ و جریان لازم ویکور رو تعمیم میکنن و در مدار شارژر به این هم بسنده نشده، مقاومت سنس خاصی رو اختصاص دادن به این قسمت و از نمونه گیری از ولتاژ باتری جریان و ولتاژ شارژ باتری مدیریت میشه. در کل تفاوت‌های اساسی این مدارات در نحوه کنترل و مدیریت میکرو کنترل اون است، ولی عملکرد ماسفت‌های قدرت در هر سه مدار مشابه همه. بررسی مدارات رو به سرفصل درباره مدارات لپتاپ محول میکنم دوستان. در اینجا فقط میخواییم ببینیم که این دو ماسفت حد بالا و حد پایین این ولتاژ رو چگونه تأمین، تهیه و تثبیت میکنه. برای اینکه بتونم این مهم رو برای دوستان توضیح بدم اجازه میخوام مدار کاملا ساده شده این مدار ماسفت های لو رو به شکل خیلی ساده ارزیابی بکنیم، در اونجا قضیه را آنالیز میکنیم، بعد به این مدار تعمیم میدیم. خب در تصویر مدار مبدل دی سی به دی سی باک میبینید. مدار ساده است، نمونی از مداری که در این روش بحث میکنیم. این مدار شامل 4 عنصر ماسفت سویچ، دیود، سیم پیچ الغاگر و خازن خروجی. یه منبع ولتاژی بهش ولتاژ اعمال میکنه و از طرف یک کنترلر گیت این ماسفت کنترل میشه تا خاموش روشن بشه. مکانیزم به این ترتیب دوستان، ولتاژی به این مدار اعمال میشه و ولتاژ کوچکتری از اون تهیه میشه، یعنی مبدل باک منبع تغذیه است که ولتاژ ورودیش بزرگتر از ولتاژ خروجیشه. اگر حضور ذهن داشته باشین در جلسات آموزش مانیتور در بخش بکلایت LED در اونجا من مدار بوتس رو توضیح داده بودم که در اونجا عکس این مدار بود، ولتاژ ورودی نسبت به خروجی کوچکتر بود. از یک ولتاژ کوچکتر مثلا بر فرض 5 ولت 40 ولت ولتاژ می‌گرفتیم و بکلایت روشن می‌کردیم. در اونجا سیم پیچ قبل از ماسفت قرار داشت.
در اینجا اساس کار فرق میکنه دوستان، ولتاژ بزرگتر تبدیل ولتاژ کوچکتر میشه. خب این مکانیزم بشه نفسش با اومدن پالس مثبت، با توجه به اینکه این ماسفتمون این کانال ماسفت روشن خواهد شد، در پالس منفی خاموش خواهد شد. با اومدن پالس مثبت ماسفت روشن میشه و جریان از منبع به این شکل در سیم پیچ برقرار میشه. از مسیر دیود نمیتونه بره چون کاتود دیود تو مسیر در جریان معکوس قرار داره، بنابراین تنها مسیر جریان به این ترتیب خواهد بود: از منبع، از ماسفت روشن، سیم پیچ و مصرف کننده. به این شکل جریان برقرار میشه و سیم پیچ به مثبت منفی شارژ میشه و خازن هم به مثبت منفی شارژ میشه. در حسه سیم پیچ انرژی ذخیره میشه و در خازن ولتاژ ذخیره میشه. این ادامه داره و انرژی ذخیره شده در سیم پیچ مرتبا بست پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. از اونجایی که ما نمیخوایم ولتاژ خروجیمون به ولتاژ منبع برسه، خیلی ولتاژ پایینتری لازم داریم دیگه، اگر این زمان خیلی طول بکشه ولتاژ خروجی برابر با منبع خواهد شد، لذا لازم است که در زمان اندکی بعد از روشن شدن ماسفت، ماسفت با اومدن پالس منفی خاموش بشه. با خاموش شدن ماسفت دیگه انرژی سیم پیچ ذخیره نمی‌کنه و لازم هست که این انرژی رو در جای تخلیه بکنه. این ویژگی یک سیم پیچ الغاگر دوستان. بنابراین برای اینکه بتونه تخلیه بکنه، چون این مسیر قبلا مثبت بود و دیود منقطع بود، پولاریته سیم پیچ تغییر پیدا میکنه، از مثبت به منفی، به منفی مثبت تغییر میکنه